خود شما خوشبختانه تشریف آوردین روی پل. ببین آقای جان، شما معلم بنده هستین، عزیز بنده هستین، بزرگ بنده هستین، احترامتون بر من واجب آقای آمبرلا، ولی اینه رو داشته باشین، این پل برای شما این پل سراد میمونه، این همون میمونه، این ور پل، این ور خط برای شما جهنمه، اون ور خط برای شما بهشته. شما اگه این خط رو رد کنین، بلغزی، تکون بخوری، سقوط کردی پایین، افتادی پایین. ای خواهر جان بگین دیگه، آقای معمولی ما برای امر خیر مزاحم شدیم. خواهرم این بار برای شما هیچ امر خیری وجود نداره، هر چی از شره. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر برگشتن به شما گفتن این بار یه ویلچر برقی دارن میدن، نظری هم دارن میدن، شما برین همون ویلچر دستی رو دست بگیرین این بار اون بار بکنین، سمت ما نیاد. مثال دیگری عرض میکنم که قشنگ ملتفت بشین، اگه برگشتن گفتن آقای بیاتی تمام عمرش به یه قرص زیرزبونی بنده، این قرص نخوره فوت میشه، خدای نکرده، و اگر اون قرص سر کوچه ما داروخونه داشت، شما سمت ما نیایید، داداش هره دست بگیریم بندازید تو ماشین ورداریم ببرین بابل، بیمارستان بابل، سمت ما نیارینش. 30 سال پیش ما یه اشتباهی کردیم نقی جان، تازه اون موقع رسم بود، معلم ها شاگرده رو تنبیه میکردن، اصلا میدونی چیه؟ بیا من یه چند تا ماش بکنم که تو دلخوری از بین بره. سمت ما نمیایی، از این خط جلوتر نمیایی. بیاتی جان آقی بعده بابا، آقا جان بیا همون بری که من به تو چک زدم، تو هم 30 تا چک به من بزن تا خیالت راحت شد، دلت خنک شد. ای داداش این حرفا چه قباحت داره؟ بله قباحت داره، زشته. فردا برمیگردم میگن آقا یه قهرمان جهان یه چهره فرنگی رو گرفته زیر چک لگد، این درست نیست. اونم برای چی؟ برای یه ویلچر. آبجی ها رو دست بگیر قشنگ سوزنان، تخم شکن، بریم به سمت بهش. شب بخیر. بریم بریم داداش، انگار زن قطعیه. بریم داداش، والا از خداشون هم باشه بابا وصلت میکنن. بی بریم داداش، بی بریم، بی بریم داداش. بوری بوری ما خوبی این چی چی بایه داداش بیا بعده. آقا نه آقای بیاتی، آقای بیاتی، آقای بیاتی، آقای بیاتی ببخشید این پسر خاله من تصادف کرده، خوره کچخور شده، ببخشید شما به بزرگواری خودتون ببخشید. دل کن حرفش رو بزن. بعدی تو بشم من. آیلا بیو داری آقای.